میشید مردم بیگناه رو به کشتن میدید، وقت بازی انتخابات رو میندازید. این انتصاباته. ببینید این من نیستم مردم، این جنایت تازیان رو شما اولا ببینید. یک آیت الله میگه، هم سیده، هم آیت اللهه، هم پدرش زاده نجفه. ما با همه آخونده و سیده اینا مخالف نیستیم، عرب آدمای بزرگ و باشرفی داریم مثل مرتضی جزایری. گوش کنید، شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه شیرینی، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده، سوسک میخورده، خرچوسونه میخورده، مارمولک نه آقا اینا فکر نکنید چاره ای نداشته، چون در جایی بوده که نه آب بوده نه خاک. جلوی پیشاب شتر یه چیزی با چرم درست میکرده که وقتی تشنش میشه چی بخوره؟ شاش شتر رو بخوره. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، مال فردوسیه، خدا رحمتش کنه. ز شاش شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسانیده کار. از آن عرب اصطلاحی است که رومیا به اینا دادن، یعنی وحشی. ولی اگر کسی تاریخ بعد از رسول الله رو با دقت مراجعه بکنه، هیچ جز دزدی، بیشرفی، بیناموسی، آتش زدن، سوزندن، هیچی تو این مجموعه نمیبینه. یعنی جنایاتی رو خواهد دید که این جنایات بدون تردید چنگیز این کارا رو نکرده، بدون تردید. بله مقاومت باش کردن، قتل عام کرده، اگر شهری مقاومت نکرده کاری به اون شهر نداشته. ولی اینها تمام شهرها، تمام مملکت ایران رو تا مرز جیهون، همه جا رو به عنوان اینکه ما مالک هستیم و تمام مردمش برده ما هستن تصرف کردن. اسلام برای این بود. اصطلاح موالی یعنی چی؟ وقتی میگن مولا فلان یعنی غلام فلان کس. تمام این جامعه رو، مرد و زنشون رو غلام خودشون کردن. یعنی اسلام برای این اومده بود. تصور نکنید که حرفهایی که در تاریخهای دستوری در مورد این جنگ ها نوشته شده ارزشی داره. خوش باش و از دی مگو که امروز خوش است. واقعا امروز ما خوش نیست، دیروز ما خوشتر بود، تاریخ ما. ولی یادتون نره شعار بدین، همه جا بگین، از این بچه ها یاد بگیرین. ما آریایی هستیم، سادات تازی کنیم. اگر نشان داری تو من آریایی افغانا، اگر نام تو تاریکیست من آر خورشید تابانا، نمی ترسم اگر حتی تو فنگ سمت من باشد، برایم مرگ شیرین است اگر حرف از بطن باشم. تو نردستین توانایی ولی من بیشه افغان دوانمی. که اساساً در اسلام تاریخ قمری باید محو بشه، برای خاطر اینکه
در قرآن آمده که سال 12 ماه، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. این یک اصل مسلمی است که دوره سال 12 ماه تنظیم شده است، اونم در قرآن انتساب به کتاب تکوین کرده. فی کتاب الله غرض این نیست که در قرآن آمده، نه، یعنی در کتاب تکوین طبیعت ثبت شده که دوره سال 12 ماه باشد. بنابر این اگر سال قمری صحیح بود از نظر قرآن، پس بندی می آورد می گفت الا 10 ایام، هر سال 10 روزش کم. کما اینکه در عمر حضرت نوح پیغمبر گفت که حضرت نوح 1000 سال عمر کرده، الا 50 عاما، الف سنتن الا 50 عاما، یعنی 1000 سال عمر کرد ولی 50 سال کم بود. حالا اگر سال هم 10 روز کم بود میگفت 10 روز کم بود. چون قرآن نگفته 10 سال 10 روز در سال کم بوده، ولذا باید اون 12 ماهی که در کتاب تکوین فصول 4 دانهی که دور میزنه او معتبر باشه. بنابر این اصل باید تاریخ شمسی هجری قریش، سید عرب و اصلا واژه سیادت برای به کار برده میشه برای هاشم. وقتی میگم اینا رابطه داشتن با غرب و روم به ویژه، حالا سوره روم هم که گفتم اینا بدونین، اصلا امیه بعدن که درگیر میشه با پسرموش قدرت میگه از اینجا فرار میکنه میره شام، شام که زیر سلطه رسمی روم است، یعنی روم بی پناهندگی میده، پا میشه میره اونجا. برای همینه که ابو سفیان و معاویه و یزید اینا بعدن پایگاهش میشه شام، دمشق، اون موقع دست روم بود. خب اینا از اون موقع تشکیلاتن، یه حزبن، یه حزب سیاسی سادات. سادات یه حزب سیاسی مخفی هم هست، مخفی کار میکنه. هدف اصلیشون هم از همون که تو سوره روم میگه ایرانی ها پیروز شدن بر روم، به سودی شکست میکنن، تازه شکست که میخوان نابودم میشن. این یه برنامه است که فکر نکن غیب گویی میکنه، یه برنامه است که مثلا گفتن آقا به سید اولاد پیغمبر شما توهین نکن، اگه توهین کنی فرج میشی، تصادف بکنی. اینا یارو میومد مطلبی مقاله چیزی مینوشت، بعد یهو فردا بچه‌ش میزدن میکشتن، گفتن بابا نگفتیم نکن. یا مثلا یه کسی اومده، حتی توی پاکستان پیش اومده بارا، یارو میاد نقد میکنه اسلام رو فلان، نه یهو از قبل رادیواکتیویتی که به رفسنجان دادن میمیدن داره پشت تریبون میفته میبرم گنا او چون به اسلام توهین کرد. اینا میاد تو نره، اینا همه ساختگیه، کشتن افراد اینا. برای همینی که تام یکی میاد انتقاد بکنه میکشنش، کوروش آریامنش میکشنش، فرود فولادوان میکشنش، کسروی خودش سیده میاد از باند مافیا اومده بیرون داره مافیا رو میکشنش. این هم همشون دکونه، نه که حزب سیاسی هن و نه اینکه هم بنی صدر عضو حزب، هم دکتر یزدی ابراهیم یزدی که مرد، هم خامنه‌ای، هم عبدالرضا رئیس رادیو تلویزیون، هم فریده خانم. این فریده خانم رئیسه، بچه یک رئیسه، حالا شوهرش کش سر مکان ها و نواهی که تازیان هجوم بردن و تازیدن در این نواهی کشتار بی نهایت فراوانی می کردن. ایرانیان به خصوص در دیلمستان و در نواهی گیلان مازندران مقاومت بسیار چشمگیری کردن. در نخست جنگ ها ادامه داشت مدت های مدیدی تا ماوراء النهر و خراسان، از دو طرف کشته می شده. من برای نمونه در کجور در نزدیکی آن نور مازندران قبر مسلم باهلی هستش، این کسی است که یکی از سرداران عرب هستش، در اونجا کشتارهای زیادی کرد. دوستانی که علاقمند هستن به تاریخ اجتماعی ایران و یا حتی به آثار دیگه می توانم مراجعه بکنم، یا به دکتر مشکور و کتاب تاریخ و پس اسلام، خواهند دید که حتی می دانیم که
حسن و حسین در زمان زندگانی و حیات علی ابن ابی طالب امیرالمومنین شیعیان، اینها همراه این مسلم با علی به مازندران و گیلان حمله کردند و در اونجا ایرانیان را کشتار کردند. ولی من فکر میکنم سوال شما بر این قضیه بود که آیا امام حسن به امام حسین به واقع در میان لشکریان عرب بود یا نه و در شمال ایران کشتار کردن یا نه. بهترین کسی که من میتونم بهش استناد بکنم استاد مشکور هستش که استاد فرق اسلامی بود ایشون و کتاب فرق اسلامیش و فرق شیعیش و اسلامیش مشهور هستش. کتاب های آثار متعددی رو از عربی به فارسی هم ترجمه کرده. ایشون در کتاب تاریخ اسلامش، تاریخ ایران پس از اسلامش، مستند شرکت امام حسن به امام حسین رو در مازندران و کشتار مازندران گیلان مستند آورد. اتفاقا ما هم امروز بنده نیم ساعت پیش کلیپ رو از یکی از کارشناسای شبکه وهابی گرفتم که تصریح میکرد طبق آیات قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسلام تنها وظیفه داشته که تنها وظیفه پیغمبر ابلاغ بوده و او هیچ اجازه ای نداشته و هیچ حقی نداشته که مردم رو وادار کنه به اسلام آوردن. وظیفه پیغمبر این فقط ابلاغ بوده و او غیر از این حقی نداشته و این رو اتفاقا جزء کرامت‌های انسان میدانست و خداوند انسان رو اکرام کرده و این حق رو به او داده که هر راهی رو که بخواد انتخاب کنه. حتی پیغمبر نمیتونه مجبور کنه کسی رو که اسلام بیاره. اما خب متاسفانه در جنگ به حال ایران و اعراب و مسلمان‌هایی که اون روز خودشون رو مسلمان میدونستن کاملا قضیه برعکس هست. در یک جنگ که در زمان خلیفه اول اتفاق میفته 100,000 نفر کشته میشه، 100,000 نفر. یا در یک جنگ باز در همین زمان خلیفه اول هست که خالد بن ولید 70,000 نفر رو سر میبره. 70,000 نفر یعنی کم اتفاق نیست. یا در جنگ دیگه در زمان خلیفه دوم باز هم 100,000 نفر، 30,000 نفر. یا در جنگ زمان خلیفه اول زمان خالد بن ولید هست که 1,000 چشم رو اینها کور میکنن که ما مدارکیم رو قبلا خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم. نه تنها این فتوحات مشروعیت نداشته، نه تنها سنت پیغمبر نبوده، چون پیغمبر هیچ کس رو مجبور نکرد. اینا حتی یک نمونه نمیتونه به ما نشون میدن که پیغمبر به کسی گفته باشه یا مسلمان میشی یا تو رو میکشیم، یا مسلمان یا کشتن. همچین چیزی رو پیغمبر اون موقع سادات تازی تو ذهنش نبوده که. حالا چرا میگه دو هم نوشتم؟ ولی خب خودش میگه بینی ولی بر بود. وقتی مادرش بود، مادرش لیلا به من میگفت خیلی فریده خانم سعی میکنه که ما تو چارچوب مذهب و اینا بمونیم و فلان اینا. خب این یک حزب سادات تازی است که از 1400 سال اسلام اومده. 100 سال قبلش، برای من میگم 1500 سال قبل، توسط هاشم پدر بزرگ محمد پایه‌گذاری میشه. حالا این بارها گفتم، بازم بهت میگم، قص ابن کلاب پدر بزرگ محمد، حضرت محمد. این آقای قص ابن کلاب میاد به یک مشک شراب میده، کلید کعبه رو از یارو میگیره، میخره کعبه رو، و کعبه که بتخانه است یا پاشه جاروش میکنه و کعبه رو دکون میکنه، چون اون موقع هم ایرانی ها دیگه رفته بودن همین کعبه رو ساخته بودن، آتشگاهشون بود، ایرانی ها از اونجا خارج شده بودن، نبودن دیگه سپاه ایرانی اونجا تطهیر میکنه. بعد اونجا مکه جایی بوده که آب داشته و فلان داشته، دکون وا میکنه، دکون کعبه داری و سقایی اونجا خیلی مهم بوده. این قصه ابن کلاب میبینه. قصه ابن کلاب بعدن دو تا بعد جلو ایستاده و نماز رو داره هدایت میکنه. از نماز بودایی تقلید شده. ما ازین دارم میبینید که با اون که ایشون میزنه به اونجا، با اون چوبی که سرش گلابی است میزنه به اونجا، حالت مؤذنه. بعد نگاه کنین دستاشون این تیر گرفتن، دعای دست میخونن مسلمونا
قنوت ولی خب با باز. بعد میبینید به رکوع میرن، مینشینن به در حالت تشهد خوندن مینشینن، میبینید و عرض کنم خدمتتون که پیش نماز میبینید جلو ایستاده و خب فرقی که اینجا داره به جای اینکه همش قرآن خونده بشه آواز هست، تقریبا با صدای قشنگ دارن میخونن. بعد میبینید که قبله دارن، قبلشون بوداست، رو به قبله، همه به صف ایستادن، جانماز دارن، جانمازشون رو میبینید. و دقیقا اسلام از آیین بودایی نماز رو گرفته. میدونیم که در صحرای عربستان سعودی آن موقع اینطور نبوده که این چنین با آیین نماز و نیایش بکنن، فقط در برابر بت‌ها خودشونو به خاک میانداختن، به زمین میانداختن دوستان و یاران مهربان. این یک نمونه است، مشتی است، نشانه خروار از این که شما ببینید تمام اون مواردی که تقریبا در قرآن در اسلام هست برای نماز، در آیین نماز جماعت خصوصا میبینید که در آیین بودایی هست و این از اون اقتباس شده. میبینید امام جمعه پیش نماز وقتی میره به سجده همه میرن به سجده مهربان یارو. فرانسه که آقای دکتر حسن عباسی با که اسم مستعارشون حتما آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو جایزه تن. همون ایلام، ایران، ارمن هست که شده آریایی که الان جا عوض کرده، یعنی انسان پاک و آزاد شیر مثل تو. گولشون رو نخورید، بگید ما آریایی هستیم، سادات تازی و حزبشون رو نمیپرستیم. این یه حزب سادات تازی که دخل ما رو آورده و میاره، همه چیزم حساب شده است. امروز با هم در رابطه صحبت میکنیم. رژیم که آبروی نداشت، آبروش مدتی واضح یک جوری همچی رفته به چه ها که دیگه هیچ خدا بنده نه چجور میکنه نه را حلش کنن. خانم کاترین پرس پاریس بود. کاترین حالت خوبه بابا؟ خیلی خیلی باید بهت گفت دمت گرم. این کاترین میره ایران، از قدیم ها، قضیه مال چند سال پیشه، و همه جو نفوذ میکنه همه جا. اول که میره سال 4 سال پیشی که انتخابات بود که روحانی دوباره برد، این میره و از راشا تودی دفتر پاریس یه کاغذ میگیره که خبرنگار راشا تودی میخواد بره با نامزدهای ریاست جمهوری مصاحبه کنه. میره با رئیسی مصاحبه میکنه. حالا وقتی میخواد بره باید یک رابط داشته باشه، بهانه داشته باشه. اینا رو این نادره درست میکنه. این نادر اومده که تکذیب کرده ولی دروغ میگه. این نادر یاد نداره، این نادر خودش سادات تازیه، نادر طالب زاده رو میگم، همه شما میشناسینش، همه شما رو آمدن تحلیل کردن که آقا ایرج رفته یک کلمه حرف زده، این نادر طالب زاده اطلاعاتی سید او که خود رژیم، امروز اطلاعاتی که من به شما میدم مال خود رژیمه، ببینید در رابطه با آقای طالب زاده. این طالب زاده یک مامور اطلاعاتی، یک مامور نابود، یادتون نره سادات تازیه هم هدفشون نابودی ایرانه. حالا خواهنده میگیم میپردازیم این قضیه. این نادر طالب زاده که زن اولش با 4 تا بچه، 4 تا بچه ازش داشته، طلاق میده، حالا شاید هم نگهش داشته نمیدونم، خلاص اون زنه داره، بری زینب خانم لبنانی رو میگیره. که محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، محمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اونایی که به امرای اونا هستند، به امرای پیغمبر هستند که یاران و عصای پیغمبر باشند، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این واقعا اون محبتی که در میان ابوبکر صدیق و علی و آل بیتش بوده، اون محبتی که در میان حضرت علی و عمر فاروق بوده، مگر الکی هست که حضرت علی بیاد جگرگوشه فاطمه را، ام کلثوم را به نکای عمر که تفاوت سنی خیلی زیاد دارد،
در نکای اون قرار بدهد. آیا این نشانگر محبت حضرت علی و حضرت عمر است وصلتکاری یا نه؟ این عداوتی هست. چطوری توجیه می کنند سرباز بودن حسن و حسین را که سربازان حضرت عمر بودند؟ اون چیز جالبی، مادر زین العابدین این دختر یزدگرد بوده. وقتی که این دختران یزدگرد به مدینه بردن، اونجا حضرت عمر گفت که این دختران بادشاهان ایران هستند، اینا از نوادگان اون ساسانی ها هستند، اینا را باید با عزت و احترام به اینا برخورد کرد. اگه ما خلافت حضرت عمر را زیر سوال ببریم و این را خدای نخواسته ظالم و غاصب بدانیم، پس چه حیثیتی برای ائمه میماند؟ چه نسب درسته برای ائمه میماند؟ 25 سال مشاور بودن حضرت علی که برای خلفای ثلاثه مشاور بود چیز علکی نیست، اونم مشاور خصوصی درجه یک. در نهج البلاغه این مسئله را میخوانیم، چه حضرت عمر میخواد به جنگ روم بیاد برود یا به جنگ ایران بیاد، حضرت علی جلویش را گرفت گفت نروید که شما اصل عرب هستید، دین به شما وابسته هست، اگر شما را ببینند همه یک مرتبه هجوم میارند، میگه این را که از بین بردید، دین پیغمبر قرآن و دین رسول الله را از بین میبریم ما. بس اهمیت خاص حضرت علی برای وجود حضرت عمر قائل بود که مشوره نداد برای حضور در حضور فیزیکی در جنگ ایران و روم، که مشوره نداد برای حضور در حضور فیزیکی در جنگ ایران و روم. این صحیحه یا نه؟ اما اسلام صریحا اعلام نکرده که موسیقی حرام، بلکه برعکس اگر یک خانواده‌ای به عنوان عروسی و ازدواج پسر و دختر بخوان پایکوبی بکنن، شادی بکنن، سرور داشته باشن، این اصلا فرض هر خانواده است که این کار رو انجام بدن. و من امیدوارم که در آینده برای ملت عزیز ایران ما به طوری شادی بیافرینیم که اصلا گریه و ناراحتی رو فراموش کنند، همیشه لبهای متبسم و شاداب و خندان باشند. این امید منه که در آینده نزدیک به این عمل خواهد شد انشاءالله. گویا شما درباره سابقه و نسب و ملیت آقای خمینی تحقیق نوین انجام دادید، در این پژوهش جدید شما چه چیز تازه‌ای رو کشف کردید؟ من والا در حدود همون 7-8 سال قبل که رفته بودم برای هندوستان، حتی در شهر زادگاه اجدادی خمینی که شهر کنتور منطقه اوتراپرادشه یوپی، در اونجا تا از نزدیک تحقیق کردم، یکی از اجداد خمینی به نام ججار بوده و این کلمه ججار اسم اسلامی نیست و این سابقه است، برای اینکه این خاندان از اول مسلمان نبودند، اما بعدها به وسیله ایادی مرموزی که پدر خمینی یا جد خمینی نمیدونم در کنسولگری عراق در ایران، کنسولگری انگلیس، اونجا کارگر بود، خادم بود، خدمتگزار بود، بعد اینها موندن اونجا و همونطوری که البته خاطر شما مستحضره، سیک های هندی یک پارچه های به سرشون میبند میپیچند، بعضن سفید، بعضن سیاه، بعضن زرد، سرخ، غایتا باید این جد خمینی اول با هم پارچه سیاهی که سیک ها میبندن آمده باشه اونجا، که در ایران به خیال اینکه اینا ساداتن آقا گفتن به این در خاندان او مونده، و حتی خمینی در قم امضاهایی از خود به جا گذاشته، اوائل امضا میکرد روح الله المصطفوی الهندی،
این امضای خمینی هنوزم هست در ایران. اما مصطفی به عنوان که پدرش اسم پدرش مصطفی بوده خودشو مسمی به پدر میکرد مصطفی، به هندی هم که هندی الاصل بوده. بعدها که امضا میکرد میگفت خمینی الموسوی روح الله الموسوی الخمینی. حالا این موسوی بعد از کجا آمد پسوندی برای اسم خمینی شد، اینو دیگه باید الان حتی الان در حال حاضر هم مثل اینکه پسندیده زنده است از او بخواهم تا او تشریح کنه که این از کجا موسوی بعد آمده تا نسبی برای او از ذره هاشمی باشه. او به طور کلی من همونطور که در کتاب فلسفه تحولات در ایران نوشتن و تحقیق کردم اینا از اول از خاندان هندو بودند و هیچ ارتباطی با اسلام نداشتند. حالا بعدها مسلمان شدن ما حرف نداریم، اما این مطلب ثابت میکنه که اینا از خاندان هاشمی نیستن که به اصطلاح شیعه سید باشن. اگر مسائل دیگری هم لازم باشه کسانی که بخوان بدونن اون کتاب رو بخونن و امیدوارم که انشاءالله به حد کافی مطالب رسال گفته شده باشه. یکی دیگر از مسائل اسلامی که برای اکثر کشورهای اسلامی دچار دردسر و مشکل نموده مسئله تاریخ هجری قمری است که همیشه در حال رقصیدن و تحول است. بر همین اساس هیچ دولتی نمیتواند کارهای اداری خود را بر اساس آن تنظیم کند و از طرفی ماه رمضان هم در حال رقص است و بعضی از سالها مردم مجبورند به مدت 18 ساعت چیزی نخورند. در این مورد شما چه نظری دارید؟ عرض می شود که من یک کتابی دارم در این خصوص در دست تنظیمه که اساساً در اسلام تاریخ قمری باید محو بشه، برای خاطر اینکه در قرآن آمده که سال 12 ماه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. این یک اصل مسلمی است که دوره سال 12 ماه تنظیم شده است. کودتا دست داشته از افسرای چه بوده؟ رودآبادی اسم اصلیشون بوده. بعد این اومده تو تلویزیونی که مال خودش همون برنامه افقش تجلیل کرده از باباش به نام رودآبادی، نگفتی بابا طالب زاده بابای مایه؟ بعد خود رژیم از این بازجویی کرده بود عزت اطلاعاتی، آقا تو از بابات داری تجلیل میکنی، چرا نمیگه بابات بوده؟ خلاصه آدم باید این کاری که جیمز باندی مشکوکی مرموزی میکنن اینا رو شرفه. حالا خلاصه توی جریان کاترین آبرونا حسابی رفته، حالا آبرونا که رفته یا تو نره بعد افرادی که تو آمریکا تحصیل میکنه فلان اینا. من امروز یک مصاحبه ای رو که با یزدی کرده بودم چند سال پیش دوباره بو گوشش میکردم، دیدم آقا ما چقدر ساده بودیم و هستیم. حتی من همیشه من فکر میکردم که آقا اینها سادات تازی، اینا که ایران رو نابود کردن، اینها رو میشه ارشاد کرد. من میدیدم تا جایی میریم ارشاد کار میکنه، از جای دیگه اصلا یارو چکون نمیخوره. گفتم چقدر چطور میشه که اینقدر خراب؟ 21 دیگه واقعا 20 تموم شد، داریم پامونو میذاریم و چه خوبه که واقعا شما که تحصیل کرده خارج از کشور هستید و تمدن این ور دنیا رو هم دیدید، علارغم اینکه خب فسادهاش هم دیدیم و میدونیم و عصر ماهواره هست، عصر تلفن و فاکس هست، یعنی اون تفکرات جاهلیت عرب دیگه وجود نداره، تفکرات انگامه ابو علی سینا و دیگران وجود نداره. سعی کنیم در راه روشنگری ملتمون بدون ترس و با شهامت و اینکه هر چیزی اگر مقدس شد نبایستی بت بشه، متاسفانه بوتای امروز شکسته شده ولی چیزهای دیگه جاشو گرفته باشه، تقاضا من اینه که در این رابطه نهضت آزادی حتما کاری بکنه، به خارج هم بفرستید ما هم خوشحال میشیم پخشش. سفینة البحار و مدینة الاحکام و الاثار، صفحه 164، حاج شیخ عباس قومی. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان خود می گوید
ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. روز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه که گویی خوش نیست، مثبت باید بود. خوبی آیه 195 میگه به لسان عربی مبین و آمد به زبان عربی مبین، و در آیه 198 و لو نزلناه علی بعض الاعجمین، میگه ما نازل نکردیم آن را برای کسی که عربی نمیداند. فقره علیهم ما کانوا به مؤمنین، چون محال بود آن را بفهمند و ایمان بیاورند، مؤمن به اسلام بشن. خود قرآن داره میگه آقا تویی که عرب نیستی، محال بفهمی من چی میگم و ایمان بیاری. من برای عرب این قرآن رو فرستادم، نه برای توی پارس، نه برای توی پارسی. قرآن ساقی که قرآن و اسلام شده برات از کشور مهمتر. تو خود قرآن سوره شعرا آیه 195 تا 199 رو بخون. معنی نه شاهنشاهی، البته شاهنشاهی خیلی خوبه، به مثل دارم میگم بهتون، نه دینیه بگی والا فلان دینه فلان، فقط تاریخ تمدن توست. ملتی با 7000 سال بیشتر پیشینه تمدن، از جنوب روسیه بگیر تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، اوکراین پیش البته، بیا ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، ایران، برو تا ترکیه، کردهای ما هر جا هستن، کردهای دلیر، عراق، حتی سوریه جشن میگیرن نوروزا، اسرائیل آثار 7000 ساله درش کشف شده و الاخر خلیج همیشگی پارس. نوروز جشن طبیعت هست و سال آریایی میترایی سال
ایرانیان تنها مردم جهان هستند که در تقویم رسمی کشورشان روز مرد تولد علی، روز زن تولد فاطمه، روز جوان تولد علی اکبر، روز پرستار تولد زینب، روز جانباز تولد ابوالفضل، روز دختر تولد معصومه، روز کودک تولد علی اصغر، روز کرامت تولد حسن، روز پاسدار تولد حسین. یعنی اساساً در تاریخ این سرزمین نه مردی وجود داشته و نه زنی. جالبتر و شگفت‌انگیزتر آنکه این افراد در بین مردمان سرزمین خودشان چنین جایگاهی ندارند. تعطیلات رسمی کشور ما به جز عید نوروز همگی آنها مذهبی هستند. ما تعطیلی ملی نداریم که به خاطرش جشن بگیریم، گویی اصلاً اسطوره‌ای در این خاک کهن نداشتیم. روز زن از اعراب، روز مرد از اعراب، روز دختر از اعراب، روز جوان، روز ازدواج و غیره. روز فوت آنها هم روز ماتم ماست و عزای این مرز و بوم است. اما در تولد زرتشت و بزرگداشت کوروش که تمام دنیا با افتخار و سربلندی بر خود می‌بالند که چنین انسان‌هایی بر این کره خاکی قدم نهاده اند و همچنین حماسه آرش و بابک و غیره، هیچگاه در تقویم رسمی ما نبوده و نیست. گویی اینجا ایران نیست و ما اصلاً هویت ایرانی نداریم. به راستی ما که هستیم؟ جشن مهرگان ما کجاست؟ جشن سده تیرگان چه شد؟ هفته بزرگداشت فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا، امیر کبیر و هزاران هزار پهلوان و اسطوره، رستم، سهراب، پوریای ولی و غیره کجای تقویم ماست؟ ایام فاطمیه داریم، صفر و محرم، اربعین، رمضان و رحلت. اما به یاد بابک خرمدین کدام روز تقویم کشور ما تعطیل رسمی است؟ به یاد نبرد قادسیه و بزرگداشت فوت شدگان وطن کدام روز در تقویم رسمی ما ثبت شده است؟ آیا به واقع ما ایرانی هستیم؟ معلوم است که در نبود گرامی داشت این اسطوره‌ها و وقایع و حقایق تاریخی این سرزمین، حس وطن دوستی می خشکد و آن زمان برای هموطن من پاسداری از حرم اسد و نگرانی برای لبنان و فلسطین و یمن مهمتر از دریای خزر و خلیج همیشه فارس است. پای پیاده رفتن به کربلا در اربعین مهمتر از بزرگداشت کوروش است. البته کربلا و نجف مهمتر از دریای کاسپین و حفظ بوشهر و چابهار است. تقویمی که بوی ایران ندهد، بوی بی تفاوتی به وطن خواهد داد. و جای بسی شگفتی است که چرا مردم ایران زمین با بیش از 7000 سال تاریخ کمی درنگ و اندیشه نمی کنند و پیرو این بازی ها هستند. سرباب پدر گفت روزی چنین، چه کردی با مرز ایران زمین؟ یکی دین گرفتی دست تازیان، سپردی کشور به بیگانگان، همه هستی نسل ما باختی، به چنگال ضحاک انداختی. به من از تو زین خاک میراث کو، همه خانه داریم و بی خانه ایم، چو در خانه خود بیگانه ایم. مرا زندگی کردن از یاد رفت، تو را ملک و ناموس برباد رفت. چه حس و چه روح و چه دلی داشتی که دروازه بر دشمن افراشتی. شما آنچه کردید غم بود و درد، بدانید که ما آن نخواهیم کرد. بدانید ما دیده خواهیم شست، نیاکان ز تاریخ خواهیم. Thank you.
در زبان عرب میشه رب، رب العالمین میشه خدا، ولی الله اله یعنی بت، بعد الف و لام گرفته شده الله، یعنی این بت، یعنی بت من، بت ما، بت حضرت محمد، بت جدش قصه ابن کلاب، بت جدش عبد مناف، عبد المطلب، بابا بزرگشون همه هاشم. الله بت بزرگ قریشه، بخاطر همین تو قرآن و تو اسلام هر کار میکنه میگه الله، الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، یعنی خودش به خودشون. الله خدا نیست، خدا در زبان عرب رب العالمین، در زبان ایرانی اهورامزدا، در زبان خارجی ها انگلیسی ها گاد، فرانسوی ها میگن دیو، ایل اسرائیل، میکائیل، ایل به زبان عبریش، یعنی او، اصلا اسم نداره اونجا. خب اینا رو مشخص شد، روشن شده ای زنو. اینو بدونید تا موقعی که حزب سادات تازی، الانم یادتون نره هر کی اومد فوش خوار مادر به جمهوری اسلامی داد، اگر